سناز خامه از محل برگزاری دادگاه با ما. سناز، دادگاه شروع شده؟ ممنونم پانتا. بله، امروز 15 بهمن ماه دقایق پیش ساعت 9 به وقت لندن این دادگاه شروع به کار کرد. وقتی که وارد جلسه دادگاه شدم بسیار متفاوت از دور اوله، به خاطر اینکه این جلسه همونطور که پیشتر هم گفتم جلسه غیر علنی هست. علاوه بر اون دو نفر فقط از اعضای هیئت قضات در سالن هستن، بقیه آنلاین دارن باهاشون صحبت میکنن، برخلاف سری قبل که همه در سالن حضور داشتن. خب در ابتدا رئیس هیئت قضات توضیحاتی داد در رابطه با برگزاری دوره دوم این دادگاه و اینکه چه دلایلی داشته که باعث شده این دادگاه دوباره برگزار بشه. و بعد از اون حمید صعبی، یکی از اعضای هیئت قضات که در سالن حضور داشت، جلسه رو شروع کرد با این توضیحات که چند نفر قراره در این دوره از دادگاه شهادت بدهن. ایشون گفت نزدیک به 18 نفر قراره که شهادت بدهن. البته در روز اول که امروز هست تا 3 بعد از ظهر این دادگاه بیشتر ادامه پیدا نمی‌کنه و اونطور که تو برنامه‌شون دیدیم فقط 6 تا شاهد داریم. نفر اولی که شهادت داد خانومی هستند که شماره 82 براشون در نظر گرفته شده. این خانم آنلاین بودن و به ما اجازه دادن که در سالن دادگاه حضور داشته باشیم و به صحبت‌هاشون گوش بکنیم. ایشون همسرشون رو از دست داده بودن. حالا تا دقایق دیگه مطمئناً صحبت‌های ایشون رو ما خواهیم داشت، پخش می‌کنیم که روایت رو از زبان خودشون بشنوین. اما در کنار من شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه با آزادی زندانیان سیاسی است. خانم محبوبی در دور اول این دادگاه اینجا هر روز حضور داشتن، اتفاقاً خود ما صحبت کردن. خب محبوبی، فکر میکردید که این دادگاه به دور دوم کشیده بشه؟ چون اون موقعی که با هم صحبت میکردیم قرار بود که دادگاه تموم بشه و جوابش هم به زودی اعلام بشه. بله، خب هیچ کدوممون به اون شکل فکر نمیکردیم، ولی امیدوار بودیم. ولی همون 5 روز اولی که به صورت زنده پخش شد، بیش از 100 نفر تا بیشتر از اون تماس گرفتن و این مدارک خیلی زیادی بود که هیئت قضات نمیتونستن این رو ندیده بگیرن، به خاطر اینکه هر تعداد بیشتر میشد خب اون کیس رو علیه جمهوری اسلامی بیشتر میکنه. به همین دلیل ما حالا مشاهده میکنیم. من مطمئنم در عرض این چند روز هم دوباره افراد زیادی مراجعه خواهند کرد. تعداد زیادی به خود ما کمیته زندانیان سیاسی مراجعه کردن که در این سری متاسفانه نمیتونن باشن، ولی خب به طور واقعی خوشحالیم که دومین دور هم وجود داره که بتونن مدارک بیشتری جمع کنن و مخصوصا تعداد بیشتری از این خانواده ها و شاهدان شانس اینو داشته باشن که داستان زجر و اذیت شدنشون رو بگن و یه جایی ثبت بشه علیه جمهوری اسلامی. خب اینجا تأثیری میتونه داشته باشه. خب ما میدونیم دور اول که برگزار شد توجه خیلی از رسانه ها رو به خودش جلب کرد، همینطور مردمی که در ایران بودن خیلیشون شاید خبر نداشتن تو کوچه و خیابون اطراف خودشون چه اتفاقی افتاده، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. ولی چه تأثیری میتونه داشته باشه روی جمهوری اسلامی و همینطور روی شهروندان ایرانی هایی که داخل ایران هستن و یا خارج از کشور؟ بله، همونطور که فرمودین دو بُعد داره. یه بخش شما از زمانی که دور اول صورت گرفت تأثیرش رو جمهوری اسلامی دیدیم، تحت گفتهای خودشین مهدوی کنی نماینده مجلس چند نفر دیگرشون صحبت کردن و در این حال یک تأثیر بزرگی که داره به نظر من دست جمهوری اسلامی رو برای سرکوبی در اون حد میبنده، چون میدونه علیهش اقدام میشه. همین الان تعداد چند نفری رو در واقع اتحادیه اروپا و آمریکا بایکوت کرده به خاطر یکی از دلایلش مسئله 98 هستش. تأثیر زیادی رو فشار جهانی رو جمهوری اسلامی هستن که حتی خود جمهوری اسلامی در صحبتاشون میگن که ما میتونستیم یه جور دیگه این رو اداره کنیم و میدونن اینو. این تأثیر رو داره، دستشون رو میبنده که حداقل محدود میکنه در سرکوب ها. به نظر من تأثیر بزرگش روی معترضین خونواده هاش، تک تک کسانی که به هر دلیلی در مقاطعی دستگیر شدن. میدونین که شکنجه هدفش اینه که رعب عمومی ایجاد بکنه و به همون اندازه دادخواهی و شاهدی که میاد صحبت میکنه نه تنها صداشو میرسونه، بلکه کمک میکنه به اون تقویت روحی عمومی جامعه. همین دستاورش شما نگاه کنین، بیشتر از 100 نفر اومدن. این نشون میده که صحبت کردن در این موضوع کمک میکنه به زندانی یا خونواده‌ای که همین خانومی که حالا داره صحبت میکنه، کمک میکنه که یک مقدار از اون قدرتش رو پس بگیره. پس در نتیجه کمک میکنه به اون روحیه جمعی. فردا وقتی اعتراضات عمومی میشه، همین الان اعتراضات معلمان و پرستاران رو داریم، کمک میکنه که صدای اینها شنیده بشه، ثبت بشه و علیه جمهوری اسلامی اقدام بشه. ممنونم از شما شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی که در محل برگزاری دادگاه کنار من بود.